يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الهی. گل بهشت در چشم عارفان خار است و جوینده تو را با بهشت چه کار است؟ الهی، اگر بهشت چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است. الهی، بهشت بی دیدار تو زندان است و زندانی به زندان بردن نه کار کریمانه است. الهی، اگر به دوزخ فرستی دعویدار نیستم و اگر به بهشت فرمایی بی جمال تو خریدار نیستم. مطلوب ما را برآر که جز وصال تو طلبکار نیستم. الهی، تو ما را جاهل خواندی، از جاهل جز خطا چه آید؟ تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف جز خبط چه آید؟ الهی، تو ما را برگرفتی و کسی نگفت که بردار. اکنون که برگرفتی وا مگذار و در سایه لطف و عنایت خود میدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان مهربان و همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، با برنامه دیگر از سری مجموعه برنامه سفره رحمت در این روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. با ما همراه باشید. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيره، يا رحمن يا اللهم. إلهي ألاف، إلهي ألاف، إلهي ألاف. امروز هم با یکی دیگر از مسائل اخلاقی که در قرآن ذکر شده در خدمتون هستیم و قرار هست که من چند دقیقه رو با شما در این زمینه صحبت بکنم. همونطور که شما خیلی بهتر از من میدونید، مسائل اخلاقی و شرعی که در قرآن آمده هست اکثرا به صورت کلی بوده و کلیات بیان شده. برخی از موارد هست که مستقیما به اون اشاره شده. یکی از این موارد اخلاقی و یا مسائلی که مستقیما نام برده شده و ذکر شده از اون
در رابطه با همسایه است و همسایه داری. حالا این همسایه کی هست، چجوری هست، قراره که با هم دیگه یه خورده صحبت بکنیم. همسایه اون خونه بغل دستیمون، سمت راست یا چپ یا روبروی یا پشت سریمون نیست. یک حدیثی داریم از امام جعفر صادق در رابطه با همسایه. امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند که 40 خانه روبرو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ. حالا هر چقدر همسایه به ما نزدیکتر باشه، حق و حقوقش بیشتر هست و ما باید بیشتر رعایت بکنیم. شاید خیلی از شماها این تصور رو داشته باشید که مثلا حالا ما چه حق و حقوقی نسبت به همسایه‌مون داریم، همسایه‌مون چه حق و حقوقی نسبت به ما داره. توی این عصر که به قول معروف اصل قرن 21 ازش نام میبرن، آپارتمان نشینی شده، تعداد همسایه‌هامون خیلی بیشتر هست. یکی از مواردی که اون دسته از عزیزانی که توی آپارتمان زندگی میکنن همین قوانین آپارتمان نشینی هست که اگر یه مقدار دقت بکنیم میبینیم خیلی نکات ظریفی توش هست. مثلا توی پله ها بالا پایین رفتن، ساعت ورود و خروجشون، نحوه برخوردشون، چه میدونم از لحاظ لوازم گذاشتن توی راه پله نگذاشتن، این خیلی از حقوق هست که توی اون ذکر شده و اگر که کسی رعایت نکنه عملا میشه گفت به نوعی حق دیگران برگردنش مونده و یک حق ناسی برگردن اون هست. حالا یکی از مواردی که میشه اضافه کرد اون همین است که امام سجاد علیه السلام حقوق همسایه رو در چند بند ذکر کردن که من چیزی علوش 10-11 موردش رو اینجا برای شما عنوان میکنم. یکی از مسائل حفظ همسایه در غیاب اون هست. نمیدونم، شاید بزرگترها خیلی خوب یادتشون باشه، اون قدیما زمانی که قرار بود همسایه بره مسافرت، کلید خونش رو میآورد میداد به همسایه، میگفت حالا گلی آب بده، گلدونی آب بده، مواظب خونه ما باش. چرا؟ چون بهش اطمینان داشت. پس وظیفه ما هست که از مال همسایه‌مون در زمانی که نیست محافظت بکنیم. یکی بزرگداشت همسایه در حضورش هست. چقدر خوب هست که زمانی که میخواییم همسایه‌مون هست، افراد دیگری هم حاضر هستن، حرمت اون رو نگه داریم، با احترام باهاش برخورد کنیم. مورد دیگر یاری و کمک به همسایه در حضور و غیاب هست. این یاری و کمک میتونه هم به صورت مادی باشه، هم به صورت معنوی باشه. یکی دیگه از موارد که به نظر خود من یه مقدار مهم هم هست، اونم این است که مخفی نگه داشتن بدی‌ها و عیب‌های همسایه هست. حالا اگر خدایی نکرده همسایه ما دارای ایرادی هست، اشکالی هست، عیبی هست، سعی نکنیم خدایی نکرده عیب اون رو به کس دیگری بگیم و باعث آبروریزی اون بشیم. یکی دیگه از موارد عدم استراق سم هست. خود استراق سم گناه کبیره هست. حالا ممکنه که توی همسایگی ما یک دعوای زن و شوهری باشه، خدایی نکرده دارن با هم دعوا میکنن، ما نریم وایسیم گوش بدیم ببینیم اونا چی دارن میگن، حرفاشون رو بشنویم، این هم کار درستی نیست. یکی دیگه از موارد یاری و کمک هنگام گرفتاری هست. گاهی وقتا هست که همسایه آدم از خواهر و برادر و میشه گفت اقوام درجه که آدم با آدم نزدیکتره، اگر خدایی نکرده یه اتفاقی برای ما توی نصف شب بیفته، اولین کسی که میتونه به داد ما برسه کسی نیست جز همسایه ما. مورد بعدی حسادت نکردن بر نعمت و دارایی همسایه است. توی یکی از برنامه در مورد حسادت و عواقب اون صحبت کردیم، در مورد همسایه هم به همون گونه است. مورد دیگه بخشش و نادیده گرفتن خطای همسایه است. چقدر خوبه اگر خدایی نکرده همسایه ما مرتکب خطایی شد،
ما بیاییم چشم پوشی کنیم و اغماز کنیم نسبت اون خطایی که انجام داده. اگر بخوایم برخورد بکنیم، برمیگرده به مورد بعدی که الان عرض میکنم خدمت شما، حلم و بردباری نسبت به همسایه. حالا ممکنه ما بحث و جدلی بینمون پیش بیاد، ولی باید سعی بکنیم توی این بحث و جدلی که میکنیم بردباری خودمون رو حفظ کنیم که خدایی نکرده مجبور نشیم که تند خو بشیم. مورد بعدی نرم خویی و پرهیز از بدگوییه. اینها جزو نکاتی است که سلسله وار به هم دیگه ربط داره. اگر که شما گذشت بکنید، حلم و بردباری داشته باشید، مطمئنم دچار تندخویی و همینطور بدگویی نخواهید شد. مورد بعدیش دفع بدگویان و دشنام دهندگان همسایه است. اینم که خیلی واضح و روشنه. و اما آخرین نکته‌ای که میخوام که تو این بخش بگم، منم زیاد وقت شما رو نگیرم، آگاه نمودن همسایه به خیانت هست. یکی از وظایفی که بر گردن ما هست نسبت به همسایمون این هست که اگر ببینیم، بشنویم که بنا هست خیانتی نسبت به همسایه ما انجام بشه، به گردن ما هست که ما بریم این خیانت رو به اون اطلاع بدیم. با امید این که بتونیم انسانهایی باشیم که تعامل داشته باشیم با همسایگانمون و همینطور رسیدگی بکنیم به اونها. آخرین جمله این هست: اگر کسی با شکم سیر بخوابه و همسایش گرسنه باشه، مسلمان نیست. و قد قصدت الیك بطلبتی و توجهت الیك بحاجتی و جعلت بك استغاثتی و بدعائك توسلی من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با سلام محضر مقدس حضرت ولی عصر و با سلام محضر مقدس سید الساجدین و زین العابدین که دعای زیبای ابو حمزه را تعلیم فرمود به همه ما شیعیان و توفیق خواستن از خدای متعال که بتوانیم در این ماه رمضان، در سحرهای ماه رمضان، فقراتی از این دعا را بخوانیم و در این فقرات تأمل و اندیشه بکنیم، من بخش دیگری از دعای شریف ابو حمزه سومالی رو خدمت بینندگان محترم قرائت میکنم. در حد وقت و زمانمون هم درباره این فقره شروع میکنیم به صحبت کردن. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعه و مناهل الرجاء الیک مترعه و الاستعانت بفضلک لمن املک مباحه. پروردگارا
من راه خواستهای تو را، راه خواستهای خود را به سوی تو گشاده می‌بینم. خدایا من سرچشمه‌های امیدواری نسبت به تو را سرشار و مملو می‌بینم. عجب تعابیری در حضرت سجاد علیه السلام. خدایا استعانت و کمک خواستن از فضل تو را برای کسی که در آرزوی عنایت تو باشد میسر و آسان می‌بینم و می‌یابم. چقدر این جملات امیدوار کننده است. خدایا من درخواستای فت و فراوون دارم، من نیازمندی‌های فراوان دارم. خب در خانه کی برم؟ از چه کس بخواهم که نیازمندی‌های مرا مرتفع کند؟ خدایا تنها راهی که پیدا می‌کنم در خانه توست. می‌بینم که این راه گشاده است بر روی من. تو پروردگاری هستی که در خانه‌ات همواره بر روی همگان بازه. هیچگاه در را به روی بندگان خیشتن نبسته ای. به تعبیر خود امام سجاد علیه السلام، خدایا در خانت آمدم، باب و کل مفتوح للسائلین، در خانه تو بازه برای کسانی که نیازمندند و میان حاجت خواهی میکنند. اون زمانی که در تمام بزرگان عالم بسته است، در کاخهای بزرگان عالم بسته است، در همون هنگام در خانه تو بازه، مفتوحه، هیچگاه بسته نیست، چون همواره بندگان خود رو دعوت کرده ای که سراغ تو بیان، در خانه بیان. عجیب است امیدواری های فراوانی را که امام سجاد تعلیم می فرماید در این دعای شریف. خدایا راه خواستهای خود را به سوی تو من گشاده میبینم. هر چه بخوام بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای از تو میخواهم. تو هم نزدیکی، آنچنان نزدیکی که هیچ کس به من از تو نزدیکتر نیست. خدایا بحث امیدواری نسبت به تو را، مناهل الرجا الیک مترعه، مملو سرشاره، انقدر به من امیدواری میدی که اون زرش ناپیدا. هر چی هم گناه کرده باشم باز تو این امید بخشی رو میکنی که با وجود همه گناهانت در خانه ما بیا، رم نکن، نرو، پشت نکن. هر چی هم گناه کردی باز هم بیا، خدای متعال گناهان تو رو خواهد آمرزید. خودش این وعده رو داده. خدایا الاستعانت بفضلک، کمک خواستن از فضل توی خدای سبحان. این خیلی چی است؟ لمن املک مباحه، به آن کسی که به تو امید بخش بسته است، امیدواری نسبت به تو داره، خیلی خیلی آسون و ساده است. یعنی کسی که درمانده است، کسی در کار خودش گیر کرده، آن کسی که درها را به روی خیشتن بسته میبیند، او چی کار میکنه؟ فقط و فقط یک مطلب داره، یک راه بیشتر نداره، استعانت نسبت به تو. استعانت یعنی یاری خواستن از هر کسی که ناامید شدی، پدر، مادر، رفیق، همسایه، فامیل، از هر کسی که ناامید شدی. اما بدان از یک جا ناامیدی به هیچ وجه من الوجود جایز نیست، و آنجا در خانه خدای سبحان، خدای بخشنده، خدای معین، خدای یاور است. ما در اسلام دو تا گناه داریم که هرگز خدا از اونها نخواهد گذشت، از بقیه گناهان خواهد گذشت. یک گناه، گناه شرکه که خدا نخواهد گذشت در ذات، در صفت، در افعال، در عبادت. یک گناه دیگری که خدا هرگز نخواهد گذشت، گناه ناامیدیه. هر چه گناه کردی که این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز یک گناهی است که بگی خدا دیگه از من نمیگذره، آب از سر من گذشته است، چه یک نی
چه صد نهید. آقا امیر المومنین در نهج البلاغه عبارتی داره که فرمود فقیه کسیست که مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنه. نگه با شما همه جهنمی هستین، این همه کار رو کردید. نه، هر چه کرده اید خدای متعال در خانش به روی شما بازه. لذا استعانت و کمک خواستن از توی خدای بزرگ، خدای سبحان، خدای رحمان، خدای بخشنده، خدای جواد، بر هر کس که امید ببندد به رحمت تو بسیار ساده و آسانه. فقط مهم این که امید رو از دست انسان نده، یعنی امید به رحمت خدا رو انسان هرگز از دست نده و فراموش نکند. اگر چنین باشه در خانه خدا میری، بار گناهان داری، بله، ولی بدان وقتی در خانه او رفتی، این بار را با استعانت از رحمت خدای متعال بر زمین قرار خواهی داد. و شبهای ماه رمضان بالاخص، شبهایی که به عنوان شب قدر هست، این شبها فت و فراون جای آن است که انسانهای درمانده، انسانهای نیازمند، انسانهای گناهکار به تعبیری در خانه خدای متعال بروند و از خدای متعال درخواست کنند که خدا از گناهان آنها درگذرد، با آنها توفیق ادا حقوقی رو که بر گردن دارن نسبت به دیگران عنایت بفرماید. یکی از بهترین راههایی است که انسان میتواند در خانه خدا برود، اینکه امیدوار باشد که در خانه خدا به هیچ وجه من الوجود بر روی او بسته نیست. خب یکی از وسائلی که انسان میتونه در این مسئله سفر به سوی خدای متعال همراه خودش ببره، در جلسات پیشم عرض کردیم، مطلبیست که نامش قرآن کریمه. یعنی از مسیر این کتاب خدا انسان طرف خدای متعال برود و هر کسی متابعت قرآن بکنه، قرآن رو همراه خودش داشته باشه، انشالله خدای متعال به او رحم خواهد کرد. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستان همراه سفره رحمت، رسیدیم به بخش پزشکی و گفتگوی پزشکی امروز. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر عمرانی راد برقرار شده. آقای دکتر عمرانی راد سلام عرض کردم. سلام، روز حضرت عالی بخیر. روز شما بخیر آقای دکتر. امیدوار هستم که طاعات و عبادتتون تا این روز از ماه مبارک رمضان مقبول درگاه حق باشه انشالله. سپاس و به همچنین برای شما و همه عزیزان روزدار. جناب آقای دکتر، سوالی که امروز میخوام طرح کنم، میدونم که تعداد قابل توجهی از عزیزان درگیر این بیماری هستند و اون هم این هست که خیلی از عزیزان دچار سنگ کلیه هستند و یا به نوعی ناراحتی کلیه هستند. آیا روزداری در رابطه با بیمارانی که حالا سنگ کلیه دارن یا ناراحتی کلیه دارن دچار اشکال میکنه در بیماری اونها یا تشدید میکنه؟ جناب تابان، این صحبت رو من توی یکی دو تا از برنامه‌های قبلی به صورت گذران و در واقع اشاره وار مطرح کردم. در نظر داشته باشید با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان افراد در معرض کمابی شدید قرار می‌گیرن، بله، مواد زائد با غلظت بالا تو ادرارشون دفع میشه، بنابراین تو این ماه برای پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلیه و سیستم ادراری باید حتما مصرف مایعات بیشتری در سحر و افطار داشته باشیم. در این حال افرادی که تشکیل سنگ‌های ادراری تو اونها فعال هستش و بیش از دو سنگ ادراری ظرف مدت 6 ماه داشتن، عزیز، یا اینکه همکنون داره سنگ ادراری و کلیه هستن، بهتر موارد احتیاط رو در زمینه مصرف مایعات رعایت بکنن. درسته. اما روزدارانی که فقط یک نوبت سنگ ادراری درمان شده داشتن به شرط مصرف آب فراوان بین افطار تا سحر میتونن روزه بگیرن. بله.
به حال در تمام این موارد ضروری است که افراد کم امکان تحت نظر پزشک متخصصشون باشن. حالا شما به سنگ کلیه و بیماران کلیوی اشاره کردید، من افراد دیالیزی رو هم یک اشاره داشته باشم که این افراد جدن باید از روزی گرفتن پرهیز کنن. بیماران دیالیزی قدرت تطابق پرخوری و کمخوری رو ندارن و بیشتر اوقات هم کم اشتها هستن، بنابراین از نظر پزشکی قادر به روزه گرفتن نیستن. عزیزان دیالیزی توجه به این نکته داشته باشن. در خصوص روزه‌داری برای بیماران کلیوی که کلیه‌شون سنگ‌سازه توصیه میشه که این افراد در طول روزه‌داری از انجام فعالیت‌های فیزیکی سنگین و قرار گرفتن در معرض تعریق زیاد مثلا تو هوای گرم یا نور آفتاب جدا خودداری کنن و در طول شب برای اینکه ادرارشون رقیق بشه و شستشوی کلیه ها به خوبی انجام بشه مایعات فراوانی بنوشن. بله. تا حد امکان حجم غذای دریافتیشون رو کمتر بکنن، به خصوص در مواقع سحر غذای سبک و آب زیادی بخورن و غذایی که حاوی املاح سنگساز هستش مثل نوشابه‌های گازدار، غذایی با منشأ حیوانی. بله. که مثلا فسفات زیادی داره و دفع کلسیم از ادرار زیاد میکنه و همچنین غذای حاوی اکسالات، کسایی که سنگ‌های کلسیمی اکسالات کلسیومی دارن مثل کاکائو، چای پررنگ، آجیل، سبزیجاتی مثل اسفناج، کلم، ریواس، گوجه فرنگی، اینا رو باید کم بکنن. کسایی که سنگ کلیه دارن و مخصوصا سنگ کلیه اکسالاتی دارن. سوالی اگر هست من در خدمت شما. متشکرم آقای دکتر. فقط من یه مطلب رو عرض کنم، البته به نوعی شاید بخوام سوء استفاده بکنم در این لحظه، ولی این است که خود من هم دچار سنگ کلیه هستم و هر از سنگای سنگ کلیه دفع میکنم یا به نوعی کلیه من سنگ ساز هست. زمانی که روزه میگیرم یکی دو ساعت مونده به افطار یک حس دردی توی کلیه‌ام احساس میکنم. البته این درد همیشگی نیست، فقط اون زمان افطار هست. میخواستم ببینم اون کلیه‌ای که سنگ ساز هستن و حالا قبل از افطار یکی دو ساعت قبل از افطار دچار این درد میشن، آیا ممکنه به خاطر کمبود آب باشه یا ناشی از کمبود آب باشه، در حالی که حالا مثلا سحر هم آب مصرف کرده باشن؟ قطعا میتونه به علت سنگ و کم آبی باشه. بله. شما با سونوگرافی که در واقع میتونید بکنید نوعیت سنگ و محلش رو پزشک براتون تعیین میکنه و این کم آبی در بعضی از مواقع میتونه باعث بشه که حضور سنگ توی سیستم کلیوی ایجاد درد بکنه. بنابراین خب این مشکلیه که خیلی از عزیزان باش دچار هستن و همونطوری که عرض کردم حتما باید سعی کنید دفع آب از بدن رو به حداقل برسونید. بله. یعنی از انجام فعالیتی که تعریق ایجاد میکنه یا نور آفتاب، هوای گرم باید دوری بکنید تا انشالله دچار کم آبی مفرط در مخصوصا در ساعات پایانی روزه‌داری نشید. شما آقای دکتر در رابطه با سنگ کلیه صحبت کردید و سنگ کلیه هایی که اکسالات کلسیم هستن، من اگر که اجازه بفرمایید توی بخشی از صحبت های شما در رابطه با مصرف گوجه صحبت کردید و گفتید که خب اونهایی که سنگاشون از نوع کلسیم اکسالات هست گوجه مصرف نکنند. جدیدن اطباء توصیه کردن اون افرادی که خب سنشون میشه گفت تقریبا بالای 40 سال هست برای پروستات اگر گوجه مصرف کنن خیلی بهتر هست. حالا این برای خود من یه دوگانگی ایجاد شد که حالا اون دسته از عزیزانی که حالا سنشون مثلا ممکنه 50 60 یا بالاتر باشه بنا به اون توصیه‌ای که کردن گوجه مصرف کنن، حالا اگر کلیه‌شون هم سنگ ساز باشه و این خوردن گوجه ممکنه که باعث ساخته شدن سنگ‌های جدید بشه، تکلیفشون چی هست؟ گوجه رو بخورن یا گوجه رو نخورن؟ جناب تابانه عزیز، عزیزان در نظر داشته باشند بعضی از رژیم های غذایی در افراد خاص در زمان ماه مبارک توصیه بیشتر میشه. بله. من این نیست که مصرف گوجه فرنگی حذف بشه یا کاملا محدود بشه در همه افراد. عرض کردم کسی که سنگ اکسالاتی کلیه داره، کلسیم اکسالات داره، که اون هم توسط پزشک متخصص با آزمایش ادرار، نوعیت سونوگرافی و جای سنگ و شکل سنگ مشخص میشه. درسته. در واقع بقیه افراد خب این مشکل رو ندارن. پس ببینید لزوما همه افراد محدودیت مصرف گوجه فرنگی رو ندارن. بله.
ضمن اینکه خب بعد از بایان ماه مبارک که مصرف آب به میزان طبیعی میرسه و روال رژیم غذایی هم یک چیز نرمال عادی میشه، شما این محدودیت ها رو به تبع نخواهید داشت. آقای دکتر، افرادی هستن که حالا خب سنشون بالا هست، ممکن هست که این افراد دچار تکرر ادرار باشن و همینطور برخی از افراد هستن که حالا بنا به هر دلیلی دفع ادرار ندارن و مجبور میشن که از سوند استفاده بکنن. روزه‌داری در این افراد به چه صورت است؟ آیا روزه میتونن بگیرن یا نه؟ کسایی که تکرر ادرار دارن خب خیلی مشکل خاصی ندارن، باید بیماری زمینه‌ای که باعث تکرر ادرار شده رو در واقع ارزیابی بکنن و مشخص بکنن. خب پروستات بزرگ، بیماری‌های عفونی کلیه و مثانه، همه اینها میتونه باعث تکرر ادرار بشه یا تغییراتی در سیستم عصبی سیستم کلیوی. اما کسی که سوند ادراری داره شرایطش فرق میکنه. باید ببینید چه بیماری زمینه‌ای باعث شده که این شخص سوند ادراری بگذاره، چون افراد عادی نیاز به سوند ندارن. خب به تبع وقتی شخص سوند ادراری داره در زمینه یک بیماری ممکنه نتونه روزه بگیره، که چه بیماری باعث شده که ایشون مجبور شده سوند بذاره. اینا حتما نیاز به بررسی بیشتر و نظر پزشکی داره. فقط جناب آقای دکتر عمرانی راد عزیز، در صورتی که شما نکته‌ای مد نظرتون هست که لازم به ذکر هست، لطفاً بفرمایید به عنوان جمله پایانی. خواهش میکنم جناب تابان، مصرف آب و آب میوه های بله. طبیعی، من مؤکداً عرض میکنم مصرف آب میوه های صنایعی و در واقع چیزی که کارخونجات بله. تولید میکنن به هیچ وجه توصیه نمیشه، به خاطر مواد نگهدارنده و قندهای مصنوعی که اینها داره عوارض زیادی برای شخص روزه‌دار خواهد داشت. مصرف آب و آب میوه‌های طبیعی رو حتما عزیزانی که مشکلات کلیوی دارن در نظر داشته باشن. از طرفی چای هم به خاطر اینکه به عنوان یک مدر یعنی ادرار آور محسوب میشه، بهتره که مصرفش مخصوصا در زمان سحر محدود بشه. در حالت عادی به افرادی که سنگ کلیه دارن میگن مصرف چای کم رنگتون رو زیاد کنید، البته به شرطی که سنگ اکسالات نداشته باشن. مصرف چای کم رنگ رو بهشون توصیه میکنن زیاد کنید، به خاطر اینکه ادرارتون بیشتر باشه و کلیاتون بیشتر کار کنه. اما در ماه مبارک با توجه به مصرف محدود مایعات و آب ورودی به بدن، بهتره که ادرارمون هم در واقع خیلی زیاد نباشه و مصرف چای بهتره که محدود و حتی مقدور در هنگام سحر حذف بشه. خب آقای دکتر، بیش از این مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشیم. سپاسگزارم از اینکه امروز هم میهمان تلفنی برنامه ما بودید. با آرزومند هستیم که همیشه سلامت و تندرست باشید. در این لحظه از شما خداحافظی میکنیم. خواهش میکنم جناب تابان عزیز، امیدوارم که صحبتهایی که میکنیم به نوعی مورد توجه و استفاده شما و همه بینندگان عزیز روزدار در این ایام ماه مبارک باشه و سلامتی اینها در این ماه مبارک تضمین و حفظ بشه. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب بینندگان عزیز، میان برنامه ای رو ببینید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. خب بینندگان عزیز، با امید به اینکه برنامه امروز سفره رحمت هم مثل روزهای قبل مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه، میریم سراغ بخش پایانی امروز، یعنی حکایت. فضیل ابن عیاض گوید روزی شخص پریشانی قدری ریسمان که عیالش بافته بود به بازار برد تا با فروش آن از گرسنگی نجات پیدا کند. ریسمان را به یک درهم فروخت و خواست نانی تهیه کند که در این هنگام دو نفر را مشاهده کرد که به سبب یک درهم با یکدیگر نزاع می کنند و سر و صورت یکدیگر را مجروح نموده و به نزاع خیش هم ادامه می دهند. آن شخص جلو آمد و گفت
یک درهم را بگیرید تا نزاع شما تمام شود و این کار را کرد و بین آنان را اصلاح نبود و باز با تهی دستی به منزل رهسپار گشت و داستان را برای همسرش نقل کرد. او نیز خوشنود گشت. آنگاه زن اطراف خانه را جستجو کرد و لباس کهنه‌ای را پیدا نمود و به شوهر خود داد تا بفروشد و غذایی تهیه کند. مرد لباس کهنه را به بازار آورد و کسی از او نخرید. لکن دید مردی ماهی گندیده‌ای در دست دارد. گفت بیا معامله و معاوضه کنیم. ماهی فروش قبول کرد. لباس کهنه را داد و ماهی فاسد را گرفت و به منزل رهسپار شد. زن مشغول آماده کردن ماهی شد که ناگهان شیئی قیمتی در شکم ماهی یافت. پس آن شیء را به شوهرش داد تا به بازار ببرد و بفروشد. آن را به بازار برد و به قیمت زیادی فروخت و به منزل مراجعت کرد. چون وارد خانه شد، فقیری بر در آواز کرد: از آنچه خدای به شما داده مرا عنایت کنید. آن مرد همه پولها را نزد فقیر گذاشت و گفت هرچه میخواهی بردار. فقیر کیسه را برداشت. هنوز چند قدم نرفته بود که مراجعت نمود و گفت من فقیر نیستم، فرستاده خدایم. خواستم اعلان کنم که این پاداش احسان شماست که میان آن دو نفر را اصلاح و سازش دادید. با امید به اینکه توی این روزهای ماه مبارک رمضان که ماه رحمت هست، اون چیزی که در توانمون هست برای اون دست از عزیزانی که حالا به نوعی گرفتاری مالی دارن انجام بدیم. زیاده عرضی نیست. اللهم اجل ولی کل فرج یا علی. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.